اینم بابا با حالا این تخت خواب میشه واسه مهمون. نمای کارم این آقا حاجی محمد شما هم که کلیپ باشید. بفهم. آقا ابوالفضل سلطانه. کارگاه. اومدیم تو معدن. مقمونه شما اینجا. سپرایزش. کارم. آقا تا دینا. اسفنجا. اسفنجا کار. اسفنجا. دو تا دو کار اسفنج می‌خوره. از این اسفنجا می‌خوره. برای کفش هم که اسفنجای 15 داریم، 14 داریم، 12 داریم. دوستان رو مدره دیدین که بعضی وقتی میشین روش فرو میدین؟ نه اینا نیست. نه اینا نیست. شما را به ما نشون بفرم. برش خواهد. ببخشت. بریم به سمت شوروم. آها جور آتیش میگیره. نه آتیش میگیره؟ آتیش میگیره؟ آها بخاطر این تاریکه. خواهش میمید. بریم که موبله رو ببینیم. نه اینا واقعا بپری. این چی بود اسمش؟ آفرین. ببخشید باید مصاحبه افتش. من از اینا نمیذارم بگیری. تو خونه داشتیم متاسفانه میشستی میخوردیم به سرامیک. من از اینا نمیذارم تو خونه بگیری. تاپ تاپ واسه همیشه کنسل موبیلا رو. بچه ها من یه چیدم چشم گرفت. این همه تهدید دیدیم یکیش مثل این نبود. خدا وکیل البته تو خودت باید یه سوال کنم. تکایی که واسه رضا کوچیک. بله اینم جدا میشه از هم. بچه هیچ دوباره رضا سر خونه داره سر مبلم همون کار رو میکنم. بچه شما ببینید حالا داریم میبینیم دیگه. آره آره خلاصه فعلا مبلا رو ببینین شما هم اسکرین‌شات بگیرین اصلا تو اینستا واسم بفرستین یا بگین تو کامنت ها کدوم حالا واسه انتخاب کردن. رنگی هم که میخوام انتخاب کنم سفید و شیری و این توناجاست. ولی اصل مبلی که مد نظر من از این تدی هست. ولی مثلا با جنس پارچش فرق میکنه دیگه با این با روشن. حالا بگیم به نظرتون این رو پارچه کرم چی جوری میشه؟ اینم بابا با حالا این تخت خواب میشه واسه مهمون. آره تخت خواب شده ده شب میتونی عمدش رو تغییر بدید. باید نسبت به خونم اندازه بگیریم. نه این میاد جلو فکر کنم. اینجا یه چیزی میخوره این. دوستان عزیز میخواد بیاید خونم مهمونی اینم تختتونه. اینم سر بالا پایین. اینم با حال ها ببینم بچه ها این رنگیه. خیلی خوشگل میشه نه؟ اتفاقش یه ترکیب میخوام. ترکیب میخوام اینو ترکیب کنم با این. ترکیبی بریم؟ خیلی خوب میشه. از یه پارچه میخوام ترکیب. آره یه پارچه. حالا مد نظرمون فعلا این سبک مبله. حالا شما هم ببینید دیگه. این هم خوشگله. فقط ببینید ما مشکینا نمیخوایم. ما سفید کرم. همه چی رو سفید کرم در نظر بگیرید. آره شیری. البته پارچه تدی شیری چه شکل دیگه میشه ها. نه آره حالا من فعلا مد نظرم آره خوبه. و خوبیش اینه که ما مبلا رو دیده بودیم بچه های چند جا رفتیم یکم ارزش کم بود مخصوصا واسه رضا. ولی این ارز مبلم از نظر راحتی خیلی خوبه. دوست داری؟ دوباره چشت یه چیزی گرفت؟ من دیگه نمیتونم پشتم نگاه کنم. رضا دوباره چیزی چشش گرفت. خلاصه که حالا ببینید دیگه شما نظرتونو.
ببین ترکیبش بشه اینا با اینا. حالا دیگه بگید دیگه. شاید هم از نگید اینو بگیریم، خیلی خوب بود. خب فعلا تا اینجا کار داشته باشین تا بقیهش رو بعدم برد. داخل کل کارا آقا عوضت میگه از این چوبا کار میشه نمای کارم این نمای کارم میگن چوب هاش دیگه این اونجوریه که اینجوری میشه این هایی که دیدیم برای پایه میزاز شغل هم دیدم که میدیم مطبعا این همه نیرو دارن اینجا فعالیت میکنن کار خفن دوست رفته بر این دستگاه اوتومات کلن خودش کار رو جمع می‌کنه. من یکم از این چوبر را بیارم بعدا خواست می‌خورم رو پس بیم بریدم تو خونه. لیدر لیدر روحی آها این همونه که پریدم بود ویسکوز و خورده اسفنجه بعد آستر میخوره زیپ هم داره میتونی کم و زیادش کنه حالا دوستان من چی بهتون بگم ما یه بار از اینا گرفته بودیم یه جا دیگه یه دوستی واسه اون هدیه آورده بود کلن دو سه جلسه پریدیم روش دیگه ما وقتی میپریدیم اول موزاییک رو لمس میکردیم بعد اصلا یه شکستگیه ولی اینو دیگه آقایتا دیگه تضمینیه دیگه کلن بعد 15 سال باشه یه دونه از اینا میگیریم تعریف نکن یه دونه ببینم این زیر اون چستره میشه که خودمون نشستیم اون که تو دفتر بود ببینید زیر فنر پاکتی میخوره این تصمیه میاد حالا فنرش خودش میاره بعد روش اسفنج 35 کیلویی ویژه میاد اینو دیگه کاری میکنه که به هیچ عنوان شغل نشه ببین چه فنریتی داره برگشتش نمیذاره ایسا بسپنگه عجیب خاطر بذاره دادوی میفرمی ای چه نرمه بچه شما هم نرمی و لطافت هست این فنره که فنر که میره چم روش اسفنج میاد ببینید این فنره 12 سانته بالا اولین بار همچین چیزی میبینم موضوع دیگه احساس کنم نداره همچین چیزی نه نرمه پسر کشید بیشی نمیزم باشم سر کنی اولا کف اینم باشم بخنه اینم باشم شما از دست نمیدیش با همون چیزی که گفتم هم راحتیش و هم سخورتی که ما ایران میخواستن رو برای همیزان سرم اما میاد اینجا کلافش میاد اینجا حالا اسفنجش میخوره همون اسفنجای پایینی که به دیرو دسته میخوره پشت بیرون همه جاش میخوره و
بعد میره تو قسمت رو چیزی که دیگه میشه. اونجا بود که چرا نمی کردن؟ حسنجا میاد اینجا رو تصمیم ده. چرا قرار خاموش کنی؟ چون برای خودم هم میدونم جالبه برای کسی که میاد آره تو کار کنه مثلا موب آره کل کار تو اینجا صفت و صدش رو میبینیم بگم خیلی این کار رو بکنم نه من نمیدونم کار افزاری مونه که اینجا میاد الان رنگ کاری اینجا زیر کار میشه و میره برای کار ویکتوری همون کار جدیده هم هستش کار تنظیم کاری و رنگ رو بمونم خلیطه تا نهاییش میره توی قسمت رنگ و پاشش انجام میده. از این بعد با عذاب وجدان رو مبلمو میشینم. حالا یه دو روزی هست روی یه دست کارم. آقا تا جایی نه این میکشم واسه مبلمو بده که ببرم. دو روز برو این کار. پاشه سفیده دیم این دارمو. من دیگه اصلا نمیشینم رو مبلم. تو بپرد. از اونجا رفتیم تو از اینجا اومدیم بیرون عظمت خدا رو خب بچه هم میخواییم رنگ پارچه هم انتخاب کنیم جنس پارچه و رنگ پارچه و اینا فعلا روی بگو من با این مرکه نظرم هم نرمه هم خیلی خوش آره حالا بین این دوتا رنگ هم موندیم ولی حالا همه چی مهمیت نه البته باحاله همش قشنگه ولی من با اینم خیلی نرمه اون خیلی نرمه اینم شاین داره بابا یکم اون که نه اینا دوست ندارم ولی خیلی خوش روی برن من گفته زنم روی چیز دیگه بل نمی کنم خلاصه که تو این بزنی سیلم چشش قشنگی چشش مشخصه که اون مبله رو چشش گرفته چی؟ دوباره میخوایم مثل خونه همینجا بگیریم بریم؟ بله نه نامبر وان و این از اون مبلهی که من احساس میکنم با مهندسه دیگه باید لگر از خونه پرتش کنیم بیرون خراب نمیشه خدا رو شد منم سنگین هم میکنم آدم بد میشه رو مبله بعد از اون مبله دیدیم مثلا رضا جا نمیشه تو مبله خوب نبود خلاصه اینجا خوب بود ولی حالا باز میگردیم گشتیم و فتون میگیریم بازم اینجا کار داشته باشه خورشیدم دیگه داره گروه میکنه گفتم یه ویدیو اینجوری هم براتون بگیرم آستمون خیلی خوشگله تا روحی بیاد با حالا خوفی خدایا مرسی خیلی ممنونم واقعا لطف کردین. بازش نکنی ها. بازش نکنی ها. بازش نکنی ها. خب بچه ها دیگه الان رفتیم تو مرحله ای که نمیدونیم چی رو کجا بذاریم میشه تو با کنی؟ تو باز کن من بهتر فیلم میگیرم کادو بازه میکنه کادوی هیجان انگیز یعنی انقدر خوشحالم و دارم میخواد خودم تیکه تیکه کنم یعنی تو چیه؟ بسته بندی رو داری روحی؟ کار میگم به شدت قویه تنیز نجوی شاهمم نمیدی که بدون دخالتی خب بریم بچه اینا رو کامل باز کنیم ادامهش رو براتون میگیم بچه این مبله رو اینجوری انتخاب کردیم که سختم باشه
البته این میاد برقرس میکنه. فقط ترشم براش تخت میگه براش تخت اشغال برا میخواییم کادومو باز کنیم که روحی هم خیلی دوست داره بازش کنم بازش کنم اونو فکر کنم چراغو نیاز داشته باشی یعنی توش چیه روحی روحی آرتی بچه هم مبلامون رو ببینید چطوره من تخت خواب شوه مهمون رو داریم زیاد جا داشته باشیم که همگرم یه شکل گرفتم پارچهشو ببینید چطور شد ولی کلنگی کلی چیزی میز میخوایم هنوز پرده مونده واسه اونجا شاید تاپ بگیرم از این تاپ شیشه ای رو هست گلدونم میخوام اینجا رو نمیدونم با چی پر کنم پرده پروژکتورم که زدیم پرده هم باید رنگش رو کنم تو این همین توناژا بگیرم فرش رو میزم نمیدونیم هنوز چی بگیم فعلا تو همین مرحله گیر کرد خب بریم اینو باز کنیم دوباره بیاریم بازه او چه خوب بود گفتم حالا میبینش هستی به زمین نه نه آمانست که میچست به این نهایتان تا اینجا بابایی ما واجه به کادو تولدم باش خیلی خوبه صافه چکن صافه اینو منم میخوام بپرم بپرم کجا بذاریم اینو نظرت فعلا بذاریم اونجا که اونجا خالیه بعد میبریمش میذاریمش تو اتاق بچه ها نظرتونم راجع به مبلمون بگین تو کامنت ها خیلی نرم و خوبه روی بشین تست مبل مبلمون که بد دیوانه است هم نرمه هم خیلی شق و رق دین یا مبله خیلی شق و رق نمیشه روش نشست یا خیلی نرمه فرو میره دیگه شکل ظاهرش رو دست میده بعد اونم که گفتم بستیم برای این شده که اینو فعلا بذاریم تو اتاق اولی رد می شد اگه رد می شد چتش کن آهان ده برار آهان ده برار ببرش من ته اینجا فعلا جاش بهتره خوب شد این اتاق کمودای منه البته یکم شلوغ بلوغه باید بیام جمعشون کنم این شکلی شد خلاص آره خلاصه بچه فعلا تو این شرایطی راستی تخت هم گرفتیم تخت فعلا نمیتونیم نشون بدیم اتاق خیلی شلوغه آره اتاق رو فلیکت و پاش کردیم آره اینو بچه ها دیدن آره دیگه خلاصه بچه ها اینم از بلاگ مبلمون نظری پیشنهادی هر چیزی داشتین تو کامنت ها همچنان بگین خیلی مبلمون رو واقعا دوست دارم کوچولو پاچش برق میزنه ولی تدی خوشگلی شد به نظرم خب بچه ها گفتم یه سری توضیحات در مورد مبل اینو بهتون بدم البته من اول ویدیو گرفته بودم فقط چون گوشی محافظش پر شده بود اشتباهی اونا رو پاک کردم خلاصه که من سر خرید مبل بیشتر از هر چیزی استرس داشتم بخاطر اینکه هر سری مبل خریدیم تجربه‌مون افتضاح بوده یا دیر میارن وقتی میارن اصلا شبیه اون چیزی که ما سفارش دادیم نبود خلاصه خیلی استرس داشتم دیگه اینجا هم با اینکه رفتم از نزدیک دیدیم و اینا اولین جایی بود که گذاشتن انا یعنی مثلا خودمون تعجب کردیم که میذارن داخل کار و حین کار و اینا رو اصلا ببینید از نزدیک اصولا اصلا اینکه همچین اجازه ای نمیده خلاصه ما که خواستیم بریم مبل سفارش بدیم مثلا اجازه دادن یوتیوب بگیریم و اینا
خیلی واسمون جالب و عجیب بود که چقدر مثلا به کارشون اعتماد دارن که گذاشتن حتی ما یوتیوب هم بگیریم که همه چی رو به همه نشون بدیم. خلاصه که شما هر مبلی که بخواید میتونید بهشون سفارش بدید، نه فقط حالا مثلا این مدلی، هر طریقی که دوست داشته باشین میتونید عکس نشون بدین براتون میسازن. میتونید برید داخل شورومشون، کاراشون هم حتی نزدیک ببینید داخل کار، اون اسفنج، اون چوب. حالا من تا جایی که تونستم سفرستاد کار رو یه کلیپ بهتون نشون دادم که چه جوریه. حتی شما واسه مبلمان خودتونم که سفارش میدین حین کارم میتونید برید ببینید که اصلا شرط مبلتون تو چه وضعیتیه، چه جوریه دیگه، از تولید تا بسته‌بندی هم ارزگن براتون بگیرن که به چه صورت هم بسته‌بندی میکنن و واسه تون ارسال میشه که دیگه اصلا هیچ آسیبی، هیچ مشکلی حین ارسالم واسه مبلتون. و از همه اینا مهمتر اینه که من خودم تا حالا ندیدم مبلو در 15 روزه کسی آماده کنه بفرسته، به خاطر اینکه اکثرا خیلی بدقولی میکنن 20 روز، یه ماه، دو ماه همینجوری طول میگه چه تاشم که میاد افتضاح. چون ما دوست داریم که با مامان خودمون سفارش دادیم، سری اول که بعد یه ماه اومد اصلا اون چیزی نبود که ما سفارش دادیم، اون اسفنج زیرش انقدر شل بود که میشستی اصلا میرفتی کف، اصلا ظاهرش رو از دست میداد. سری دومم کلا که دیر آوردن، آوردنم اندازه اشتباه بود، دوباره رفعی اومد. خلاصه خیلی داستان داشتیم، ولی واقعا فکر نمی‌کردم توی همون روزی که بهم قول دادن مبلم آماده شه و بفرستن و دقیقاً همون جنس و کیفیتی که مد نظرمون بودن باشه. خلاصه که واسه کسایی که میخوان مبل بگیرن و مثل ما هیونن، آدرس پیج و شماره تماسشون رو میذارم، میتونید باشون تماس بگیرید، مشاوره بگیرید خیلی راحت. واقعا ما خیلی راضی بودیم، یعنی انقدر راضی بودم که به کل خانواده و همه دارم معرفیشون میکنم، چون خیلی کارمونو راحت پیش بردن. یعنی اون همه استرس من واسه مبل کشیدم همش الکی بود، خیلی راحت و درست و خوب مبل اومد تو خونه. آره خلاصه شماره تماس ایناشون هم واسه شما میذارم، اگه میخواید مبل سفارش بدی دیگه خیالتون راحت باشه از هر نظر. امیدوارم که این ولگو دوست داشته باشین، هر پیشنهادی هر چیزی بود بهمون بگید تو کامنت ها، نظرتونم راجع به مبلمون بهمون بگید، واسه ایده دیزاین خونه هم هرچی میدونید بچه ها تو رو خدا بفرستید. من اصلا تو اینجور چیزا خیلی هم خوب نیست، اصلا استعداد ندارم واسه خونه چیدن واقعا دیگه. خلاصه کمکمون کنید دیگه، خیلی دوستتون داریم. لایک کامنت سابسکرایب هم یادتون نره.